استاد معروف خط نسخ تعلیقه. این کتاب که در کتابخانه مجلس هست، خود انجامش نشون میده که از هر بجز خط نسخ تعلیق در خطوط دیگه از جمله رقاع و توقیع استاد بوده و لااقل دست به قلم بوده و این خط رو به خوبی میشناخته. با تاریخ 872 یک کتاب ارزشمندی هم از اظهر تبریزی باقی مونده، الان در کتابخانه ملی تبریزه، با عنوان جنگ مراسی بایسنقر. موقعی که بایسنقر از دنیا میره در جوانی، 11 نفر از اون اعضای کتابخانه و اطرافیان از جمله خود جعفر بایسنقری مرثیه هایی میگن. این مرثیه ها رو در یک کتابی کتابت میکنن تا ببرن به پدر بایسنقر، یعنی شاهرخ بدن. اون جنگ خوشبختانه باقی مونده به خط همین جناب اظهر تبریزیه. نشون میده که چند نفر از اون خوشنویسان شاعر حرفه‌ای بودن، حتی مرثیه به عربی گفتن برای بایسنقر. مرثیه های خیلی اثرگذار که دوستی گفت که در حال تصحیح و انتشارش هست، سالهاست رها کردن منم، واقعا باید چاپ و منتشر بشه. هم خط اظهر هم متنش، متن بسیار عالیه، چون در اونجا جعفر میگه که دیگه با مرگ بایسنقر تعطیل شد کار قاسمی مزهب و خوشنویس و کارگاه های کتابت و اینها، و نشون میده که چقدر بایسنقر برای اینا امکانات و تجهیزات اون موقع فراهم کرده بوده و همه اینها به جهت از دنیا رفتنش ناراحتن و معتقدن که دیگه این زایده جبران نخواهد شد. موزه ها یا کتابخونه های مختلف آیا ملزم به این هستن که اون آثاری رو که دارن مثلا منتشر بکنن، حداقل فهرستی رو داشته باشن که کسی میخواد تحقیق انجام بده ببینه مثلا چه منابعی الان در دسترس هست مثلا تو فلان موزه، یا اینکه بعد همینجوری مثلا سرزده جناب عالی یا دوستان دیگه مثلا بریم ببینیم که مثلا چی هست اینجا که تحقیق انجام بده؟ بیشترشون که خب کتابخونه‌های بزرگ فهرست دارن، از دو سه جلد گرفته تا مثل کتابخانه مرعشی یا آستان قدس تا 30-40 جلد، اما به تازگی در این دو سه سال گذشته مجموعه ای چاپ شد در کتابخانه مجلس که مخففش هست دنا دال نون الف. این فهرست مشترک نسخه‌های خطیه در تقریبا 10 جلد که یک جلدش فهرست کاتبان هست، کار خوبی کردن و اومدن کاتبان رو الف بایی کردن، یعنی نمایی اون جلد هاست. اگر ما بخواییم برای مثال ببینیم از باباشاه اصفهانی یا از مثلا میر عماد، از عبدالرشید چه کاری باقی مونده، به اون جلد فهرست کاتبان نگاه کنیم، در اونجا میگه که در اون 9 جلد در چه صفحاتی نام این شخص اومده. ما مراجعه میکنیم به اون صفحات، نوشته مثلا قرآنی در آستان قدس به این شماره، مثنوی معنوی با این شماره در مثلا مجلس، و نشانی های اولیه رو داره. یکی از راه های سریع مراجعه به این آثار الان همون فهرست جامع دنا هست، دارن بازم توسعهش میدن اون مؤلفش اینطور که میگفت، و به جز اون یکی از راه ها سایت آقا بزرگ هست با www.aqabuzurg.ir، سایت نسخ خطی که اونجا هم بخش جستجو برای نام کاتب داره. اگر ما برای مثال بزنیم عبدالباقی، هر کتابی که در انجامش نام عبدالباقی هست میاد، از اونجا میتونیم مراجعه کنیم. مشکل ما بیشتر با نسخه هایی که انجام ندارند یا نام کاتب ندارند یا مخدوشه، اومدن مثلا تبریزی رو کنن نیریزی، خراب شده پاکش کردن. این نسخه یافتنش کار دشواری و کار کردن روشم همینطور. اما خب غالبا مثل همین جنگ مراسی که در کتابخانه ملی تبریزه، با
باید طوری باشه که این دو آثار نفیس رو خود همون مجموعه ها منتشر کنن که نمی کنن متاسفانه. در فوتوکپی دو سه تا مرقع درجه یک هست از ایران باقی مونده، در خود ایران مرقع گلشن که نفیس ترین مرقع برسیم یه جلسه در برای صحبت کنیم همینطور باقی مونده، در حالی که خب اولین قدم اینه که این مرقع چاپ بشه 262 صفحه است برای مثال، بعد از اون دا اول 10 نفر میتونن روی اون مقاله و مطلب و رساله بنویسن ببینن مردم اول چیه، اما موقعی که منتشر نشدن طبیعتاً خیلی دشواره. مثلا شاهنامه بایسنقلی چون یک بار قبلاً چاپ شد خب یه معرفی جهانی شده مشخصه، اما بسیاری از کارا هست که اصلا منتشر نشدن. این نمایی از مزار حاج عبدالله انصاریه در هرات که خطوط مختلف در این ایوان عمومی هست و تمام حیات به همین صورت از همون زمان که حاج عبدالله از دنیا رفته 481 هجری تا حال حاضر بسیاری از مشاهیر در اینجا مدفونن. از جمله سنگ مزارهایی هست اینجا از شاهزاده های تیموری که تاریخ های تقریبا 850-870 داره و اگرچه رقم ندارن اون سنگ مزارها، اما میشه حد زد که اینها باید به خط ازهر یا سلطان علی مشهدی باشن، چون خط سنگ مزار یک شاهزاده رو طبیعتاً یه نفر از اون دو سه نفری که به دربار نزدیک‌تر هست کتابت می‌کرده. بعد از اون در همین حرات قبل از اینکه ازبکان بیان و به هم بریزه و با حمله شاه اسماعیل برخی از هنرمندان از حرات به شهرهای دیگه مهاجرت بکنن، سلطان علی مشهدی که قبلاً در برای زیرا صحبت شد و رسالش را هم در کلاس مرور کردیم، در جوانی از مشهد راهی هرات میشه و بنابرای اطلاعاتی که هست صرفاً پیش میر مفلسی حروف ابجد رو یاد گرفته و بعد خودش کلاسی راه اندازی کرده. این نمای دیگه از همون حیات مزار حاج عبدالله انصاریه که در وسطش یه تختی هست یه همچین ارتفاعی داره تقریباً یک متر، بالای اون 6 تا مزار شاهزاده تیموری هست که در کتاب گلستان هنر دیده بودم من که نوشته بود کتیبه ای از سلطان علی در روی اون تخت سنگی هست، در یکی از سفرها که رفتم دیدم بله این کتیبه خوشبختانه هنوز باقی مونده، تاریخ 882 داره، گویا قدیمی ترین کتیبه نستعلیق با رقم کاتب باشه که توضیح داده که این صفه بدیع البنیان رو چه کردن و چگونه بوده. البته خب از همین جا مشخصه که در زیر باران و اتفاقات مختلف کتیبه بسیار لطمه هم دیده، الان رسوم خیلی زیادی روی این رو گرفته، اونطور نیست که عکس صرفاً متر نباشه، باید با چند نفر متخصص مرمت بتونن این کار رو بپراشن و اصل اون خطگه روی این مرمت برجسته است به خوبی و درستی دیده بشه. قدیمی ترین نمونه ها الان در هرات از نستعلیق این کتیبه و اون 6 تا سنگ مزاری هم که روش قرار گرفتن. بله، این تصویری بود که سال 83 از اینها گرفتم، اون سنگ مزارهایی هم که روی این تخت قرار گرفته تاریخ های 849, 850, 53 و 66 دارند و اگرچه نام کاتب ندارند اما همزمان با جعفر و ازهر و در پایان حتی سلطان علی میتونم باشم. یه توضیح درباره
رساله آداب الخط یا همون صراط السطور سلطان علی هست و مشکل شناسایی آثاری که نام سلطان علی دارند، چون چندین سلطان علی تقریبا هم دوره با ایشون بودن، سلطان علی کاتب، آینی، خوارزمی، شیرازی، اومهی و سبز مشهدی. اسمی این کارهایی که میبینیم با روند سلطان علی داره، تیکه یه اومهیش رو در اون دندان موشی یه قوس اضافه دادن بود زیر طلا، موشو به سلطان علی. بعدن گفتن این کار سلطان علی مشهدیه، دوتا تسجیل هم بهش نوشتن و این ثبت شده به این صورت. یا بقیه اینها، یا گاهی اینها پسند و نمیرشتن، اما کار این 5-6 نفر هم میتونه باشه. اما در هر فهرستی شما ببینید هیچ جا ننوشتن، من ندیدم که این خط منسوب به سلطان علی عبدهیه. همه جا نوشتن منسوب به سلطان علی مشهدی، چون فقط سلطان علی مشهدی رو فهرست نگار میشناخته. اگر نسخه، چون نیریزی رو فقط میشناخته، نوشته منسوب به نیریزی. شکسته است، منسوب به درویش طبیعتاً. نستعیق هم هست که حتما باید خط بیروار باشه. این هم یه غلط مصطلحیه که ما همه این کاتبان که برخی از اینها 70 سال کتابت کردن، هیچ کاری رو در واقع به اینها منسوب نمیدونیم و یک سره میریم سراغ اون کسی که از همه مشهورتره. باید سلطان علی ها رو خیلی با دقت دید. خود کتاب خونه مجلس چند تا کار جعلی از رقم سلطان علی داره، حتی گاهی سلطان محمد کاتب رو محمد و علی کردن با تراشیدن و در فهرست با نسبت شده سلطان علی. از همون دوره سلطان علی جعل آثارش شروع شده. خوشنویسی هم هست که عمر هنری طولانی داره، کارهایی داره که نشون میده در 86 سالگی خودش میگه هنوز من دست به قلمم. حسن خامسه بله این عمر بون نریش از علی رضا عباسی بیشتر بود؟ از رضا عباسی و علی رضا؟ علی رضا عباسی عمر ایشون؟ بله. خب چون تذکره ها گفتن که شیخ الخطاطی حالا به سبب عمر زیادش 120 سال عمر کرده یا بیشتر یا کمتر؟ عمری که ممکنه کسی 130 سال هم عمر کنه، ما با اون عمر هنری شون کار داریم. نه، تا آخر رقم زدیم مثلا تا اون سال نوشتی گفتن. بله، ندیدم من از علی رضا، حتی علی رضا سال فوتش هم مشخص نیست. یعنی میگن تا اواخر دوره شاه عباس 1037 زنده بودن، ما الان نه قبل علی رضا عباس مشخص نه سال فوتش. معلومه که اون اواخر مشکلات سیاسی پیدا شده با رفتن شاه عباس و رقابت‌هایی که بوده، زیرا بهشون رو زدن و به صورت گمنام همچین شخصی فوت کرده. اما دوره هنری رو این مهمه ما در نظر میگیریم، یعنی اولین کار رقمدار و آخرین کار. این طول دوره هنری برای کسانی مثل سلطان علی خیلی زیاده. یکی از اون قله ها که رکورد زده زین العابدین اصفهانی اشرف الکتاب، تقریبا بین کار اولش و آخرش 75 سال فاصله هست. یعنی از حدود 26 سالگی نوشته تا مثلا کاری که نوشته در 102 سالگی بدون اینک تحریر شد. این فاصله رو شما نگاه میکنید میبینید 75 تا 77 سال که اینم باز جالبه که در دوره معاصر تقریبا کم داریم. این در اون 75 تا 77 اون شخص معمولا از دنیا میره، نه اینکه دوره هنریش انقدر طولانی باشه. گاهی به این شکل بوده، گاهی هم که خواب مثل بابا شاه اصفهانی یا برخی اینها در همین مثل بای سنگور در 30 سالگی از دنیا میرفتن و جوان مرد میشدن دیگه دور از این کلاس. یه موردی هم در مورد جعفر و ازهر تبریزی که شیوه های شرقی و غربی هم مثلا بهشون نسبت میدن، یعنی میشه توضیح بفرمایید که چی بوده اون شیوه های شرقی و غربی؟ بله، اومدن نستعلیق رو به چند سبک تقسیم کردن.
البته به نظر من میاد با این تئوری که شیراز هم میتونه یکی از زادگاه های نستعلیق باشه، باید این در واقع تعریف عوض بشه، چون بسیاری بر این عقیدن که خب معروف بغدادی میرعلی تبریزی، بسیاری از اینها که در بغداد در اون زمان بودن سبکشون با کسانی که در حرات بوده متفاوته. مثلا عبدالرحمن خوارزمی پدر و فرزند و اینها، اینا که در تبریز و اون بخش غرب بودن، سبک نوشتاری اینها رو حتی اینجا الان تصویر نیست مقایسه کنیم، اما به راحتی میشه مقایسه کرد. گله گشاد بودن مثلا دایره نون، بهایی که قوس دارن، یعنی ما خط کرسی میکشیم، ته به هم مثلا دو نقطه بالا میره، بسیار قوس دارن. این نوع ویژگی ها ویژگی اون نستعلیق غربیه، اونهایی که با همین عبدالرحمن خوارزمی و بقیه هستن. اما به نظر من میاد که دقیق ترش اینه که الان به حتی سه یا چهار شیوه تقسیم بشه اون از تعلیم آغازین، به تبریزی، مثلا بغدادی، شیرازی، عراقی، و با مقایسه اینها ویژگی های دقیق تری از اینا بشه پیدا کرد. ما الان این روندی که داریم صحبت میکنیم به این روایته که از حرات این جریانات داره اتفاق میفته، مثلا سراغ نسخه شیراز و تبریز و اینها یا بغداد خیلی نرفتیم، با فرض بر این که میرعلی تبریزی بعد در بغداد هم میتونه بوده باشه، اما مرکز این تحولات در حراته، از جمله همین سلطان محمد خندان و بسیاری شبیه به این اجرت عیار. خود همین سلطان محمد چه بسا از سلطان علی با عیار تر خطش، اما مناسبت اینها با دربار به شدت از همون زمان تا حال حاضر و شهرتشون اثر گذاشته. حتی میتونیم ما مثلا کلمه سلطان رو یا سلطان محمد رو یا سلطان علی رو در آثار اینها جدا کنیم، با هم مقایسه کنیم عیارشون رو. در خیلی جاها میبینیم این عیار از مثلا عیار سلطان علی و دیگری بیشتره، و این نشون میده به ما که حتماً 100% شهرت افراد که عیار خطشون متأسفانه وابسته نبوده. عوامل متعددی مرتبطن، مثلا چون سلطان علی شاعر هست با امیرعلی شیر نوایی بیشتر میتونه رفیق باشه، چون به ماده تاریخ گویی یا معماگویی علاقه داره و امیرعلی شیر هم علاقه داره، خیلی با هم رفیق شدن، چون این با جامی ارتباطش خوبه پس بیشتر تحویلش میگیرن. یکی هم هست شاید اتفاقا متاسفانه طبع شعر نداشته، این نمیتونسته خوشنویس خیلی درجه یک در دربار باشه، چون با اونها ارتباطش کم بوده. سلطان علی برای مثلا بهزاد هم شعر گفته، برای جامی هم گفته، جامی برای این شعر گفته. بسیار مناسبت‌های پیچیده‌ای سبب میشه که برخی از اینها تراز اول محسوب بشن. بعد از این چند خوشنویس، یه خوشنویسی که بسیار اهمیت داره در تاریخ نستعلیق، میرعلی هروی یا همون میرعلی کاتبه، که میاد تمام تجربیات دوره قبل از خودش رو یک دست میکنه و میشه گفت پل اتصالی بین اون استادان متقدم به بخش بعدی در دوره صفوی، به کسانی مثل بابا شاه اصفهانی، محمد حسین تبریزی و بعد میر اماد و علی رضا عباسی. در اینجا توضیح داده شده که تا 935 میر علی در حرات بوده، در 935 که ازبکان محاصره میکنن حرات رو و نمیتونن شهر رو نگه دارن، به عنوان غنیمت چند تا از هنرمندان رو برمیدارن، از جمله میر علی رو، و به بخارا فرار میکنن به پای تخت خودشون. در اونجا میر علی رو به عنوان معلم این شاهزاده ها، به عنوان استاد خط
به کار میگیرن، عبدالعزیز خان رو درس میده و از 935 تا 951 که از بنیادر میرعلی به اجبار در بخارا زیسته. این شعر میرعلی که در صفحات جلوتر داریم، بله، این صفحه ای از مرقع گلشنه به رقم میرعلی کاتب. این هم خاطر دوستان باشه، در جاهایی که این عنوان هست لکاتبهی یا لمحررهی یا لراقمهی، یعنی این شعرها هم از خود منه افزون برخط. اینجا آورده لکاتبهی. عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ، تا که خط من درویش به این قانون شد. اینو با اختلافهای مختلفی نقل کردن. این خط خود یه جناب میرعلیه. طالب من همه شاهان جهانند و مرا، چون گدایان جگر از بحر معیشت خون شد. خب، بنا به حدس بسیاری از اساتید، اگر اینجا می نوشت در بخارا جگر از بحر معیشت خون شد، دودمانش رو باد می دادن مثلا. یه نام بخارا رو نیورده، یکم کلیش کرده. اما در نسخه های دیگه هست، از جمله نسخه‌ای که در کتابخانه دانشگاه استانبول همین کار به خط میر امام، اون روایت اینه یا درویش شده بیچاره. اینجا هم نگاه کنید ببینید چقدر شعر تغییر پیدا میکنه. اینجا در هیچ کدوم از نسخه‌های خطی دو غزل از حافظ نیست که اختلاف نسخه نداشته باشه. این هم نمونه شعره خوشنویسه که چقدر بالا و پایین رفته. اما معلومه که میر امام همچین قطعه ای رو دیده و نقل کرده، چون به اینکه سبقومش هم به این شکله. سوخت از دست درونم چه کنم، چون سازم که مرا نیست از این شهر ره بیرون شد. حتی نامه ای هم هست در کاخ کردستان که برای این سلطان ازبک از خدا بی خبر نوشته که بذارید من به هرات برگردم، زن و بچه داریم، گرفتاریم، مروت، اما گوش نکردن. اما به دلایل عدیده میر امام که این قطعه رو نوشته اون اثر رو ندیده. دلیلش هم واضحه. موقعی که اون مرقع در هند تولید شده، تا دوره نادرشاه افشار اصلا ایران نیومده، مرقع در هند بوده و میر امام در قزوین یا اصفهان نمیتونسته اون قطعه رو دیده باشه. از یک اثر دیگه ای حتما نقل کرده. برگردیم. عقب‌تر بعد به جناب میرعلی. بیشترین آثار میرعلی در مرقع گلشنه که شاید در یک جلسه مفصل تر ازش صحبت بکنیم. حتی در کتاب منابع هنربران که با فاصله تقریبا 50 سال از میرعلی نوشته شده، میگه که اینجا اصلا خطاش رو هوا میزنن، انقدر در استانبول پرطرفدار هست میرعلی. و بعد بحث این که ادعی خط میرعلی رو بر سلطان علی ترجیح میدن، بحث‌های نقد هنری هم در همین منابع هنربران وجود داره. این هم انجامه یک دوستان در کتابخانه مجلس که از خطای 100% اصیل میرعلیه در 944 در بخارا. خب این نون دیگه نون شکل گرفته است، یا علی یا عین. مشخصه که میرعلی نسبت به اون نستعلیق آغازین و نستعلیق جعفر و ازهر و اینها کاملاً نستعلیق رو تکونی داده و پیش برده، تا جایی که اگر این خط رو با خط خلیل الله یا علی رضا و میر امام مقایسه کنیم، ببینیم ظاهراً خدمات میر علی بیش از اونها بوده. رسوندن به این فرم کشیده خیلی کوتاه، کشیده هایی که در اون شیوه غربی که پرسیدید، این ها گاهی 11 نقطه کشیده می شد، اصلا ما می رفت. اما این خیلی شسته رو بوده و
جا افتاده است. این از خوشنویس دیگه ای که نسل بعد از میر علی محسوب میشن، شاه محمود نیشابوری. اینم از نمونه‌های خوبه کاریشونه. اینجا غلط تایپی 958 روندش. بابا شاه اصفهانی که در اصفهان بوده و در جوانی از دنیا رفته، بسیاری میگن که میر عماد به خط این شخص خیلی نظر داشته. در کتابت نستعلیق یکی از اون گنده هاست، یعنی تا دوره بابا شاه کسی که در این حد یک دست کتابت میکنه ندرتاً دیده شده. در همون تذکره های دوره صفوی که 100 سال فاصله دارن با بابا شاه میگم خط این نایاب پیدا نمیشه اصلا. اون هم یه انجامه یه در کتابخانه مجلس. این قبل از عیدم که رساله به خط خودش آداب المشق رو در جریان بود که نسخه کتابخانه دانشگاه پنجاب ناگور که 39 ورق بود مقدمه بهش نوشتم. من تقریبا عیارش با اون کار نزدیک هست که عنوان کاتب و بود و مصنف و بوداشت و نشون میداد که این رساله ربطی به میر عماد نداره، منتشر شد که خودش نمونه کتابت خوب بابا شاه. بابا شاه اصفهانی کدوم رو؟ همون دسته بله اصلش رو هم دیدم من. مخدوش نیست که عکس دوریه بشه؟ چرا؟ مخدوش هست این بخشش، اما جایی نیست که چیزی بشه نوشت. یعنی از جهت فواصل سطور، حتی این تیکر رو تیر هم باک بکنن، شما که کارشناسی میکنید، نمیشه در این فاصله سطح دیگه این نوشت. پس فضای خالی و بیخودی هست. ممکنه حالا با نیشه قدم یه موقع تاریخی بنویسن، اما معلومه که بعد المزنه به گناهکار بوده ایشون اومده سطر بعد و در نتیجه این فاصله نمیتونه چیز دیگه ای نوشته شه. اما بعد معلومه شاید کسی اونجا چیزی اضافه کرده بوده، بعد دیده خراب کرده و نسخه لطمه میخوره پاکش کرده. اینجا هم آقای تو بزرده به نام هست خود بابا شاه علی اصفهانی. بله بابا شاه تقریبا فکر میکنم من چون رقم‌هاشو اونجا همه رو استخراج کردن اصفهانی اصلا نداره، همه حل اصفهانی هستند چون سنت دیگه شعر فارسی تموم شده شده کتبه اون العبد المذنب، این که سنت شده دیگه همه ازش پیروی کردن. تا دوره قاجار اینطوره، یعنی کم کم حتی رقم‌های محمد حسین شیرازی هم در دوره قاجار یکی دو تا شیرازیه، همه از شیرازی هم. یا میرزا غلام رضا اصفهانی مثلا علف و لام دیگه نیوورده، کم کم کربد و دیگران. این معلوم از دوره ناصرالدین شاه به بعد، شاید بهتر بگیم از دوره فتحعلی شاه که بیشتر باستانگرایی رواج پیدا میکنه و خیلی ها به مبارزه با فرهنگ و زبان عربی مشغول میشن، کم کم این وارد بحث انجامه ها هم میشه. از این جناب شاه محمود که نمونه ای هم دیدیم در اینجا، این شخص برای اولین بار قرآن رو هم به خط نستعلیق با تاریخ 945 کتابت کرد.